سلام بچه ها، حال شما؟ چطور احوال شما؟ خیلی خوش اومدید به کتابخونه کوچیک ما. مرضیه‌ام و امروز میخوایم همراه چند تا از دوستای عزیزمون کتاب سطل مهربانی، نویسندگان تام رث، مری رکمایر، مترجم دکتر لیلا کاشانی وحید، از انتشارات مهرسا رو با هم بخونیم. به نام خدا. سطل مهربانی. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. فیلیکس توی اتاقش مشغول ساختن برج بلندی بود. درست وقتی آخرین قطعه چوب رو روی برج میگذاشت، خواهر کوچیکش سارا وارد اتاق شد. سارا نگاهی به برج فیلیکس انداخت و بعد با اشتیاق گفت: من بزرگ شدم، میخوام با تو بازی کنم. اما فیلیکس حوصله بازی کردن با سارا رو نداشت. از طرفی نگران بود، شاید سارا برجی رو که با هزار زحمت ساخته بود خراب کنه. به خاطر همین با بی‌حوصلگی گفت: نه سارا، تو خیلی کوچیکی، نمیتونی برج بسازی. برو دنبال بازی خودت. جلو نیا، برج منو خراب میکنی. من بزرگ شدم، میخوام با تو بازی کنم. سارا برو با عروسکات بازی کن. قول میدم مراقب باشم. بحث بین سارا و فیلیکس ادامه داشت تا اینکه سارا با عروسکش به برج فیلیکس ضربه زد. برج دنگ شپلق ریخت رو زمین. فیلیکس پدر بزرگ رو صدا زد. پدر بزرگ! وقتی پدر بزرگ اومد، نگاهی به اتاق فیلیکس انداخت، سرش رو تکون داد و گفت: متاسفم که میبینم هم دیگه رو اینقدر ناراحت کردید. بچه ها، هر کسی سطل نامرئی داره که فکرها، احساسات و خاطرات خوبش در اونه. اگه سطل کسی پر بشه، او خوشحال خواهد بود، و اگه سطلش خالی بشه، ناراحت خواهد شد. پدر بزرگ دوباره سرش رو با ناراحتی تکون داد و گفت: فیلیکس، وقتی به خواهرت اجازه ندادی با تو بازی کنه، سطل خواهرتو خالی کردی. سارا، تو هم برج برادرتو خراب کردی و باعث شدی سطل برادرت خالی بشه. به نظرت چه راه‌های دیگه‌ای وجود داشت که بتونی برادرتو راضی کنی تا به تو اجازه بده با او بازی کنی و برج بسازی؟ سارا که گوشه‌ای نشسته بود به فکر فرو رفت. راستی راه‌های دیگه‌ای به جز خراب کردن برج فیلیکس وجود داشت؟ روز بعد وقتی فیلیکس از خواب بیدار شد، سطل کوچیک توسی رنگی بالای سرش آویزون بود. وقتی برای خوردن صبحونه به آشپزخونه رفت، متوجه شد مادرش خیلی عجله داره. اون به سرعت مشغول آماده کردن سارا برای مدرسه بود و به فیلیکس گفت: فیلیکس، من امروز عجله دارم و خیلی دیرم شده. خودت صبحونتو بخور. فیلیکس سعی کرد جعبه برشتوکو از بالای کابینت برداره، اما یه دفعه از دستش رها شد و تمام برشتوکا ریخت روی زمین. مادرش با ناراحتی گفت: فیلیکس، باید از چهارپایه استفاده می کردی تا دستت به بالای کابینت برسه. حالا فیلیکس احساس می کرد سطل بالای سرش کج شد و قطره قطره از اون آب می چکه. قطره قطره، چیکه چیکه. ناگهان مادرش فریاد زد: زود برو جارو رو بیار و اینا رو جارو کن، تو از سرویس مدرسه جا نموندی. فیلیکس با شنیدن صدای بوق سرویس مدرسه
فهمید که وقت نداره صبحونه بخوره. سری برشتوکا رو جمع کرد و از خونه بیرون رفت. وقتی که فیلیکس وارد اتوبوس مدرسه شد، یکی از بچه‌ها کوله پشتیشو مسخره کرد و گفت: برو کنار ببینم. بچه کوچولوی خاله منم یه کوله پشتی مثل مال تو داره. بچه‌ها شنیدید؟ فیلیکس چیکار کرده؟ با این صحبت‌ها و برخوردهای ناراحت کننده بچه‌ها، فیلیکس هر لحظه بیشتر احساس می‌کرد که سطلش داره خالی و خالی تر میشه. قطره قطره، چیکه چیکه ازش کم میشد. قبل از اینکه ظهر بشه، سطل فیلیکس تقریبا خالی شده بود. موقع زنگ تفریح، فیلیکس به اطرافش خوب نگاه کرد. متوجه شد که پدر بزرگش درست گفته. همه ی بچه ها سطلایی داشتند که وقتی خوشحال بودند پر و وقتی ناراحت بودند خالی بودند. فیلیکس فکر کرد باید کاری کنه که سطلش دوباره پر بشه. یاد حرف پدر بزرگش افتاد که گفته بود اگه دیگرونو ناراحت کنی سطلت خالی میشه. پس اگه به دیگران کمک کنی سطلت دوباره پر میشه و میتونی خوشحال باشی. از اون به بعد فیلیکس حسابی مشغول کمک کردن به دیگران بود. سلام، من فیلیکسم. تازه به این مدرسه اومدی؟ منم دانیال هستم. بله، اجازه بدید به شما کمک کنم. بفرمایید، اینم توپ شما. ممنون رفیق. چقدر جالب، این موضوع واقعا حقیقت داشت. هر بار به دیگران کمک میکرد و قطره‌ای به سطل اونا اضافه میشد، قطره جدیدی هم به سطل خودش اضافه کرده بود. به خاطر همین احساس بهتری هم داشت. توی کلاس فیلیکس روی صندلیش نشسته بود تا اتفاق بد دیگه نیفته. معلمش خانم بالی آروم به میز اون نزدیک شد و ورقش رو به دستش داد. فیلیکس به قدری منتظر اتفاق بعد بود که حتی نمیتونست ورقش رو نگاه کنه. اما خانم بالی هیجان زده گفت: فیلیکس، داستان بسیار جالبی نوشتی. میشه اونو برای بچه ها بخونی؟ فیلیکس نفس راحتی کشید، لبخند زد. اون به خوبی قطره‌های بزرگی رو که وارد سطلش می‌شدن حس می‌کرد. همه بچه‌های کلاس ساکت شدند تا به داستان فیلیکس درباره دایناسوری که دنبال دوست می‌گشت گوش کنند. بچه‌ها به تمام قسمت‌های خنده‌دار داستان خندیدند و به همه قسمت‌های جالب و هیجان‌انگیزش هم توجه کردند. وقتی فیلیکس کلمه پایان رو گفت، همه بچه‌ها براش دست زدند. حتی امیلی که از دایناسورا خوشش نمی اومد. فیلیکس احساس می‌کرد سطلش از قطره‌های آب پر شده و به نظر می‌رسید که روز اون بهتر از اون چیزی که فکر می‌کرد شده. سطل فیلیکس قطره قطره، چیکه چیکه، تمام روز در حال پر شدن بود. زنگ ورزش. کاپیتانای امروز ورونیکا و فیلیکس هستن. زنگ نقاشی. فیلیکس، چه گاوه قشنگی کشیدی؟ البته این سجه. به هر حال خوب کشیدی. حتی وقتی مدرسه تموم شد و به خونه برمی گشتند. چه کوله پشتی جالبی داری فیلیکس. اون روز بعد از مدرسه فیلیکس به خونه برگشت و مشتاق بود هر چه زودتر به پدر بزرگش بگه درباره سطلا درست گفته. قبل از این که وارد خونه بشه فریاد زنان گفت: پدر بزرگ، شما درست گفتید. من واقعا یه صد همراه خودم دارم.
حالا میدونم این سد چه شکلی کار میکنه. اما چشمش به عروسک سارا افتاد که خروسشون اومده و اونو خرابش کرده. فیلیکس نمیدونست چی باید بگه، اما تلاش کرد به سارا دلداری بده. گسته نخور سارا، تا یه ساعت دیگه مامان به خونه میاد و عروسکتو درست میکنه مثل روز اول. تا وقتی مامان بیاد دوست داریم به هم کمک کنیم تا با هم برج بسازیم؟ همین کار رو هم کردند. وقتی مشغول ساختن برج بودند احساس می کردند سطل هر دوی اونا قطره قطره چیکه چیکه با هم پر می شه. خب بچه ها، شماها چی؟ از سطلای خودتون خبر دارید؟ هر روز پرشون می کنید؟ امیدوارم همیشه حسابی از همدلی، همراهی و مهربونی پر و لبریز باشند. از دوستای عزیزمون ویانا، باران و بهراد و پدر و مادرهای مهربونشون سپاس گذارم که در خوندن این کتاب من را همراهی کردند. یادتون باشه کتاب سطل مهربانی رو از انتشارات مهرسا میتونید تهیه کنید. تا کتاب بعدی از کتابخونه کوچیک، خدا نگهدار.